محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز، معتقد حکومت ایران در نامه‌ای به وزیر اطلاعات ایران به مرگ ستار بهشتی در بازداشت اعتراض کرده. آقای نوریزاد میگوید شکنجه زندانیان توسط دستگاه امنیتی نه یک استثناء که به یک رویه تبدیل شده. آقای ستار بهشتی به تعبیر یکی از همشهری‌های بنده است توی منطقه شهریار ربات کریم. خب یک کارگری بوده که با ادبیات فراوانی هم آشنایی نداشته، ولی یک فردی بوده که نسبت به مسائل جامعهش حساس بوده و خیلی تند و تیز هم مطالبش رو توی سایت خودش میگذاشته. این بخشش رو ما میگذاریم کنار. یه فردی بوده به هر حال معترض که با یک ادبیات خام اما تند مفاهیم درونی خودش رو نسبت به اجتماع، نسبت به مسائل سیاسی مطرح میکرده. ایشون اگر هم مقصر بوده و از خط قرمزهای رایج عبور کرده، خب مختصاتی داره، او رو دستگیر میکنن، میبرن براش پرونده تشکیل میدن و من 3 سال 4 سال 10 سال براش زندان میبرن، کما اینکه ما امثال ایشون رو فراوان داشتیم و داریم. منتها من باورم بر اینه که وقتی یه فردی رو مثل ایشون میگیرن و بعد از مثلا یه هفته در روز جنازش رو میدن بیرون، من کاملا میتونم تجسم بکنم که بر او چه گذشته. عمده زندانیان سیاسی سعی میکنند که با بازجوها محاجه نکنند، گفتگو نکنند، جواب ندن و هرچی او میگه به نحوی پاسخ ملایم بدن. تصور من بر این است که مرحوم ستار بهشتی محکم روی مواضع خودش ایستاده و بازجوها نتونستن یا نتوانستن تحمل بکنن جوابگویی های او رو و به ضرب و شتم و کار منجر شده. در مورد خود بنده هم همینجور بوده، در مورد آقای حمزه کرمی همینجوری بوده. منتها در مورد آقای حمزه کرمی میزدن که او رو به آنچه که میخواهند وا بدارن که اقرار بکنه. در مورد خود من رو میزدن برای تحقیر، برای شکستن، برای به زانو در آوردن و اعتراف گیری. در مورد آقای ستار بهشتی چون یه امانت بوده، امانتی که متهم بوده، هنوز جرمش ثابت نشده. من آنچه که میخوام بگم در این صحبتم این استش که انقدر شناعت و شخصیت پلیدی در ماموران وزارت اطلاعات نهادینه شده که امانت مردم رو میگیرن میزنن به شدیدترین شکلی تا او رو به زانو در بیارن. این یک رویه است، نه اینکه حالا یه اتفاق نادری. یعنی زدن متهم تا حتی به مرز کشتن رساندن او و تحقیر او و فحش‌های ناموسی دادن یک رویه متداوله در دستگاه اطلاعاتی ما. من آنچه که به وزیر اطلاعات گفتم که شما طبق قانون مجتهدی و اون پینه‌های پیشانی نشون دهی نیستش که مثلا عبادت فراوانی کردی، ولی در تحت مجموعه شما فاجعه های اتفاق میفته که صد رحمت به کفار و آدم هایی که فرسنگ ها با دیانت و با انسانیت فاصله دارن.